كتاب الله ترقى جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران. بسم الله الرحمن الرحيم. دوستان عزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسلسلة دروس مقدمي جزري درس ما در باب الصفات بود. در درس گذشته صفت اذلاق بیان شد. در درس امروزی هم انشاءالله زیر اذلاق بیان می شود که صفت اصمات می باشد. اصمات در لغت المنع، منع کردن، خاموشی و سکوت را گوید. و در اصطلاح تلفظ شدن حروف مصمته، یعنی حروف اصمات. حروف اصمات را به نام حروف مصمته یاد می کند. در اصطلاح اصمات تلفظ شدن حروف مصمته است از مخرجشان به سختی و دیری، یعنی حروف مصمته از مخرجشان به سختی و دیری ادا می شود، به سختی و دیری تلفظ می شود. در حروف در تعریف صفت اذلاق بیان شد که حروف مطلقه از مخرجشان به تیزی، سهولت و آسانی ادا می شود. اما چون اصمات ضد اذلاق می باشد، حروف مصمته از مخرجشان به سختی و دیری ادا می شود. و حروف مصمته 23 حروف است. 6 حروف حروف مطلقه بود، باقی مانده 23 حروف حروف مصمته می باشد که در این مجموعه جمع شده. جز غش ساخط صد ثقة اذ وعظه يحضك. در این مجموعه حروف مصمته جمع شده که مجموعاً 23 حروف می باشد. و همچنان بعضی قراء می فرماید که این دو صفات عبارت از اذلاق و اصمات. این دو صفات صفات غیر واضح الادراک است، یعنی درکشان واضح نیست، اثرشان بسیار کم از در حروف. از همین خاطر بعضی قراء این دو صفات را هیچ در صفات لازمه شمار نمی کند. آنها می فرماید که این دو صفات اثرشان در حروف بسیار کم می باشد، غیر واضح الادراک است، درکشان واضح نیست. از همین خاطر این دو صفات را بعضی قراء در صفات لازمه شمار نمی کند. و همچنان صفت اصمات آخرین صفت از صفات لازمه متضاده بود، یعنی صفات متضاده 10 صفات بود که با هم یک صفت با دیگر صفت تضاد داشت، و صفت اصمات آخرین صفت از صفات لازمه متضاده بود. بعد از این صفات لازمه غیر متضاده آغاز می شود که با هم تضاد ندارد. و صفات لازمه غیر متضاده 7 صفات می باشد ان شاء الله، که در درس آینده صفت اول از صفات لازمه غیر متضاده آغاز می شود که صفت صفیر می باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.